بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بیننده های عزیز، هموطنان گل، هر جای هستین خوش و خوشحال و خوشبخت باشین. من حفیظ محمدی هستم با همکارای عزیزم که در قاب گفتگو میاین و میباشن، چهره بسیار مشهور دیگر هفته در خدمت شما هستیم. خدا کنه که اوقات و لحظات بخیر بگذره، گرمی ها استاستا میره به طرف سردی ها و دیگه خزان نزدیک است و میرسه. سلفه و عدسه و ایگه پاش رو بشفته تایش رهنورد در می افته کد رهنورد صاحب پس کدام ما کمی شروع میکنه و پیش میره امیال شروع شده نمی کدام از مای میزان شروع زده از مای میزان امیال خو مریض شده بودم گلونم درد گرفته بود چی کار کنم خیلی دگر میخک میگرفتی یک ذرا میخک میخک ها صرفه من از گرمی بود مرا گفت میخک بگی یک وقت پای مرا دلاب گور رفتان او رو میخک خوردم تیرنا جان خوش آمده زنده باشی حفیظ جان تشکر سلام و وقت بخیر خدمت هم همکاران عزیزم دوستایی که اینجا هستن و همچنان علاقمندان که بیننده برنامه قاب و گفتگو هستین خدا کنه همتون جور صحتمند باشین و قسمه که همکارانم گفت بازم گلون دردی و رزش و اینا بازم آغاز شده متاسفانه هستی بیماری بله متوجهتان همتون باشین خب یکی از غذاهای مشهور افغانستان که هم اگه دوست دارن و واقعا یک غذای خوشمزه هم هست قابلی ازبکی که مطمئن هستم همه اینجا دوست دارین مخته کدام میتونین بله خود دخترها دوستا دخترها در سیدی ما کلش دخترها شده مطمئن هستم میتونن کلتانیات دارین قابلی ازبکی؟ آه بله بگوین بازکار سر مادر جان کرد بله قابلی ازبکی افغانستان که مشهور هم هست همچنان بسیار خوشمزه خب در ازبکستان البته در 8 سپتامبر بله سپتامبر آماده شده میبینه روی تصویر ایزان بسیار زیاد آماده کردن و اینجا مهمانان زیاد بوده یک جشنواره و یا بگم یک محفل بوده که بیشتر از 50 آشپز مشهور ازبکستان اینجا اشتراک داشتن و یه غذای خوشمزه رو آماده ساختن و بسیار یعنی جمع و جوش زیادی اینجا بوده جشنواره قابلی بوده دیگه بله خب این البته در کتاب گینس هم ثبت شد کشمش هست قابلی ازبکی بله کشمش و همچنان زردک همش هست گفته شده که مبلغ $12,000 بالای از این مصرف شده یعنی ما که مجری برنامه می بودیم در اونجا یکی از بزرگترین دیگ های جهان شما داشت شد نه محمدی صاحب شما بیشتر فوتبال گرفتین جشنواره فوتبال اندر جشنواره قابلی ها رو ما رو هم گزارشگرش بساز چی باعث شد که تو این انتخاب کردی جالبیت زیاد جالب بوده دوباره قابلی از بکی قابلی از بکی قابلی که همه گی دوست داره و یکی از غذای مشهور خودم جالب بود واقعا و دوباره قابلی معلومات بیشتر روشن صاحب داره بخاطر که از همون سمت هستن زیاد قابلی از بکی مسالار پخته میکنه یک روز برای ما پخته کرده بود چی معلومات قابلیز برنج از من قمه فهم که بخوریم از همه تا گوشت داره آه ایره خوب پخته نمیکنه روشن دو چیز قابلیز بکیر خوب پخته میکنه هم روشه آماده ساخته بود؟ آه آماده ساخته بود در خانه پخته کرده بود آورده بود ما چه کرده بود یعنی این به ویژگی از این موضوع به این بود که تقریبا چند سیر پخته کرده بود یک جای و او هم با طعمی که باید باشه و برنج هم خراب نشه دیگه در خانه معمولا که یک 5-6 نفر اضافه میشه و قابلی میره به طرف رویتش تغییر میکنه یا شوله میشه فرض خاطر یه چی تو پخته کردن نه قضیات چیزه بیشتر از 50 نفر آشپز بوده دیگه خب حتما خوبش میاد اونجا هم دیگه ترینا رو نبرده بودن خب 50 نفر آشپز تصاب که زیاد چه خب برسه خوش آمدین خوش آمدین تشکر زیاد در خانه گفتم به خاطر که اینجا تو ترینا هست کجا خراب کنه خب روشن جان خوش آمدید سلامت باشید روشن روشن رو در رو چیزی که من میخوایم در بارش گپ بذارم چیزی است که کلی خوشگل داخل بر من مان مجبور بودم یعنی که راضی نیستی از این موضوع راضی هستم بر کسانی که ما رو میبینن اول سلام تقدیم میکنم بعد از اون میریم روی تصویر مستقیم سر تصویر بریم از اینجا گپ بزنیم کسایی که در خانه بسیار چیزای معمولی دارن میتونن از او استفاده خوب کنن در دیگه مورد از چیزای معمولی برای خود مثلا این کلا رو در شن هست میکنه خواهش میبره کلیش ایسوسو نره این از هم برای خود یک پایپک جوس میگه کدام پایپک جوس یعنی از چیزای بسیار معمولی استفاده میکنه و روسو نمندازه یعنی میگه پشت خدا میخواد در بازار در پگنه خب بعضی هم برای خود یک چتری جور میکنه لباس شم تر نشه در باران که کار هر کس میتونه یعنی به خاطر که دستش نسوزه نه از این پشت نیون هم جور میشه اعتماد زیاد خاک دستا نبوری نبوری دستا و یعنی چکش هست خیلی پنجره تیز خدا کنه مردم دیده تانسته باشن ما با وقت از این تصویر مذرت میخوایم یه خیلی دور میشه که پس جور کنن منتها یعنی چیزای بسیار ساده ای که در خانه و مشموس مندازه میشون از پیش یک چیز جور میکنن یعنی این یک جگه استفاده خوب خلاقیت
دیگه از خاطر از ما زمو خاطر کثافات مون پر می باشن تا دان چیزای کارا استفاده کردن پر تو استفاده خیر که نان چرچه پیدا نکنی خواستم جان خوش آمدید. خب شوخی کردیم، سلام خدمت همه، خدا کنه که صحت و سلامت باشین در هر کجایی که هستین. مرد 84 ساله که با گرفتن لقب کهن سالترین بادی بیلدر جهان شناخته شد. روی تصاویر میریم. ما خوش هستیم که بادی بیلدر جیم ارینگتون از کالیفرنیای آمریکا میباشه که ریکارد بسته کرده و از 70 سال به این طرف این مرد به ورزش بادی بیلدینگ مصروف است. 70 سال ورزش کرده ورزش بادی بیلدینگ. در بین 62 رقابت کننده در جمع 16 بهترین بود و پس از 16 بهترین ریکارد این مرد شکستاند و قهرمان شد. 80 ساله است در مسابقات کهن سالان و همه ساله شرکت میکنه در مسابقات کهن سالان. یه 72 سال ورزش کرد. من میال بتراست. نه سایکو، یکی جوانی است یکی پیری است. یعنی خود مثلا خودت کت پیر باشی در سر ویلچیر میباشی. سن 70 که میرسه یا 60 ولی 84 ساله. 84 ساله آدم از جای بلند شده نمیتونه. 84 ساله. آدم 84 ساله شوی روشن سر قواره دنبل هم میکشی. تو در باری خود فکر کردی. تو طرف اکت کلولا واسم سی قواره در بغل هم. در کنج خواره. تو 84 ساله شوی سر و پای تشخیص نمیشه. نه خب. تو اول 80 میرسی نمیرسی. خب خوش آمدم. به طرف زیر کلولا. خیالم که خوش آمدم. خیالت. سلام خدمت دوستای عزیز، سلام خدمت شما. شوخی کردم روشن صاحب خفر نشه که بیرون جنگیز دوستون گیت مرلات نکنه. سلام خدمت تینا جان. علیکم سلام. به خاطر که یه خانم داریم دلش نگرده که سلام خاص به ما تقدیم نکرد. سلام باشین، تشکر. ما زیاد زمین کلش کنه. نه در میز ما گفتم سلام به خانمایی که در دفتر ششتن. در برنامه حضور دارن. خب ما موضوعات عموما ورزشی است به خاطر میهمان ما. میهمان باز محمدی صاحب خودش برتان معرفی میکنم. میریم روی تصویر. بوکسینگ کار ساده نیست. نه. و اینجا خانمای 75 ساله تا 80 ساله رو میبینین که بوکس میکنن. اینا از کره از کره جنوبی هستن اینا و اینا پلان گرفتن که ما ورزش بوکس میکنیم. دولت هم حمایتشان میکنه. اینا میگن ما بوکس به خاطر دفاع از خود ایره شروع کردیم. در خانه؟ بله، در خانه. ما از این ورزشکارا شما بلاقامت نیریم. و یک از این خانما گفتن ما وقتی که ورزش میکنیم خدا بسیار جوان احساس میکنیم. یکی کدام مریضی یا کدام درد در وجود خودم احساس نمیکنیم. دقیقاً. خب یک موضوعی که بسیار مهم است است که یعنی در هر سن آدم میتونه ورزش کنه و می ورزش زیاد یاد میکنن کلاگی که ورزش کنین که ورزش کنین. یک کس نیست که بخیزه ورزش کنه. یعنی یاد میشه. منطقه مو باعث میشه به ای که در سن بسیار کم دچار بسیار امراض شو آدم که آدم ایران بانه که چرا ایت شدم. یعنی در یکان کسا رو ببینید که سن بسیار کم هستم و یک تکلیف برش پیش شده که واقعا باید او تکلیف یک کسی که 70-80 ساله باشه داشته باشه. و خصوصا در افغانستان 70 ساله افغانستان که 70 ساله خارجی که مقایسه کنی بسیار سرشان معلوم میشه ایجا بسیار پیر میباشن زهیر میباشن. بازیکنان فوتبال ببین مثلا 35 ساله از وار ببین 35 ساله ما رو ببین. از کشم افتکنگی خود تا تایید میکنید 35 ساله. و این هفته به خاطر از این موضوعات ورزشی را گنجانیده بودیم. کسایی که سنایش زیاد بودن قهرمان شدن و ورزش میکنن. این که در افغانستان هم این مروج شد و کلگی زن و مرد کلگی ورزش کنه و صحتمند باشه. از این خاطر ما کسی را دعوت کردیم در برنامه که قهرمان آسیا شد. آقای عضلات آسیا شد. آقای عضلات افغانستان هم شد. آقای عضلات افغانستان و آسیا لقب بسیار بزرگ را کسب کرد و بیشتر صحبت میکنیم کسایی که زیبایی اندام میرن، کسایی که پرورش اندام میرن و اونجا یا فتنس میرن، دخترها و چاکلگی زیاد علاقه مند به این هستن که اندامشون مناسب باشه و صحتمند باشن، تندرست باشن، جامعه زیب باشن. نمیتونه؟ بله بله. اندامشون مناسب باشه. و نه افاست ایلاکو. نه افاست ایلاکو تکمه بپره. و از این خاطر کسی که ما دعوت کردیم امی زحمت ها را کشید که امی زحمت ها کشید که تا که رسید به این لقب بسیار بزرگ. دیگه ورزش زامن صحت است. بعد از وقفه صحبت میکنیم که چی چیزها باید شو و کسایی که پرورش اندام میکنن. بله. روشن صاحب دست از میز خطا نتیک سرمالاق میری 802
84 906 بوده. دوباره خوش آمدین. روشن میگم که بس کنه که باز نمیتونیم که ما ایره بکشیم چند نفره. بیچاره زوف سرش نبیار. خب تبریک با شما دوستای عزیز. گفتم قبل از اینکه صحبت ها را آغاز کنیم بیاین یک تصویر ببینیم از مهمان عزیز ما، بعد از او با صحبت ها را آغاز میکنیم. اون حرکت من، حرکت بیشتر من. کسی که مهمانم است احمد یاسین صالح قادری، کسی که در آسیا، سطح آسیا آقای عضلات شناخته شد و فیگورستان شناخته شد و در افغانستان هم آقای عضلات افغانستان شناخته شد و صحبت‌های بیشتر خاطر کردیم. بسیار خوش آمدین یاسین جان. برنامه تبریک باشه. سلام، زنده باشین. سلام خدمت شما. زنده باشین عزیز تلویزیون اطلاع. لطف کردین که اومدین به برنامه ما. من قبل از اینکه شما بیاین بعض صحبت‌ها رو با دوستا شریک کردم که بچه‌ها و دخترها زیادتر علاقه‌مند فیتنس و زیبایی اندام و پرورش اندام یا هست، میرن کلاب میرن و ورزش میکنن. اما ای که چطور آستاست آدم برسه به یک خود، یکان تا به قهرمانی ورزش میکنه، یکان تا به ای که اندام خوب داشته باشه ورزش میکنه، گفتیم زیادتر صحبت کنیم، بحث های همه جانبه داشته باشیم که توصیه های شما را داشته باشیم برای زود دوستا که راه درست و روش درست انتخاب کنن. اما قبل از این که در رابطه با این مسابقات صحبت کنیم، چند کشور بود در آسیا و شما تانستین مقام اول بگیرین؟ مسابقات آسیا بود به میزبانی کشور کوریا، 51مین در مسابقات آسیایی که خوشبختانه افغانستان هم در رقابت ها اشتراک کرده بود و به شمول افغانستان 29 مملکت در رقابت ها اشتراک کرده بود. بسیار خوشبختانه در میان 141 ورزشکار برتر ما تانستم در وزن 90 کیلوگرم طلا را به نام خود ثبت کنم و در ضمن 20 فیگورست آسیا هم شناخته شدم و نایب قهرمان مستر آسیا هم، یعنی تقریبا 3 لقب پر افتخار در رقابت ها برام بر افغانستان ثبت کردین و این هم کپ است که برتان. بله، این از هم کلاس وزنی است و این هم طلای اصلی است که نایب قهرمان مستر آسیا شناخته شده. خب طلای اصلی است بچه‌ها، متوجه باشید. طلای اصلی بعد از یک حکم ماست از بله. این هم تقدیر نامه هایی است که به خاطر فیگورست گفته. بله، بهترین فیگورست آسیا ما شناخته شدم. خواه بهترین فیگورست آسیا. دوستایی یعنی کشورهای آسیایی مثل ایران، پاکستان، هندوستان، چین، این کشورها زیادتر زحمت میکشن و امکاناتشون بیشتر است و فضای بسیار آرام هم دارن نسبت به ما. اما وقتی که یک افغان ما میتونه قهرمان شود در بین از کشورها، در بین 41 ورزشکار گفتن، 41 ورزشکار برتر دنیا، یک افتخار بسیار، 141 گفتن، 141 ورزشکار دنیا، یک افتخار بسیار بزرگ است و بازم کف میزنیم به یاسین جان. بطور جان. خب بفهمید. در ورزش پرورش اندام در سطح آسیا هم حرف اوله که میزنن ورزشکارای ایران میزنن. ایران. و دمی کلاس که همراه ما در فاینال برابر شده بود، یک قهرمان نامدار ایران بود به نام محسن قهرمانی که تقریبا 12 روز یا 10 روز پیش از مسابقه مستر افغانستان ما اوورال ایران شناخته شده بود. خواه یعنی ما هم را در کلاس تانستم که شکست بتون یا افتخار بسیار کلان است. 100% ایران با اون امکاناتش و ای که ورزشکارش در خود ایران هم بسیار دستاورد داشت اول بوده. بله، اوورال ایران. و شما در ایران هم مکمل و اونا حمایت هم میشن خوب اصلا. نه ما اینجا حمایت وجود داره اما امکانات یک کمک ذره از ما نظر به موضوعاتی که نو کل چیزا جان میگیره دیگه کم هستن. خب ورزش از چه وقت شروع کردین؟ چقدر وقت میشه ورزش میکنین؟ و اول از اول هم تو مثل ما ور بدین یا تو بدین؟ یک سوال میخوای کنی؟ ما تقریبا هم اولی روزی که در کلاب داخله گرفتم تا حالا یادم هست همو پارچی داخلیم که در کلاب گرفتیم از 13 جوزای 13 83 بود که تقریبا 13 سال پیش از امروز میشه. خب 83 13 83 سال اول کرزای بود دیگه. بله بله اون سال بود. خب چند سال بودین یاسین جان؟ تقریبا 16 درو بودم. خب بله. و ایتو علاقمند به بودین و ایت هدف داشتین که من یک روز این قسم یک کپ بیارم یا نه میگفتین من مقصد ورزش کنم بچه‌ها رو میدین تشویق شده بودین؟ والا از اول تو یک انگیزه قوی نبود که سیار جانو پرسان کردن ما که ورزش شروع کنم. 53 کیلو وزن داشتم و بازی من قدر خورد بود 10 و 8 خط بود. من می کوشش از این را داشتم کمی 11 شوم چون وقت امکاناتم نبود، برنامه‌ام به درستی پیش نمی رفت. 100% دیگه
و هم یک انگیزه پیدا شد تو بالاخره چند کیلو بوده؟ 53 کیلو. ما میول 64 هستم خیلی بابا میشم یک چیزه. بس ارادی قوی باشه. اول 101 نیم کیلو هستم بله. اول 101 نیم. خب ام یگان دوستا که کلاب میرن میگه برعکس ازی که وزن ما کم شده وزن ما زیاد شده به خاطر ازی که خوب عضله ضرورت داره به پروتئین بله. بخوری دیگه بخوری اما سیستم غذایی که باز پس انسان کلان میشه و وزن آدم زیاد میشه دیگه. خب قادرت یک سوال گاهی وقتا شاید در منطقه لعنی بازار برین کرا یک نفره میتونی از دو نفره نیم یک نفره میتونی خب بله تو هم نزدیک همیال دو جای دو نفره نه از اون میترسیدم که روز این خب اندام کلان شو کرا دو نفره که به تخاطر از اون کلاب نمیرو اینی چک چک یک چک چک یک کسی کت که از پروش اندام محروم است خب در مسابقات پروتین استفاده میکنین نمیکنین و پروتین بعضا میگن نقص داره و گرده و ایگپا یا پاش کدام منطقه گرده میده روده زیاد جان وقتی یک انسان نرمال بسیه و غذا ضرورت داره و در طول روز کار میکنه همین ورزشکار پرورش اندام هم به پروتین ضرورت داره وقتی ورزش پرورش اندام میکنن بدون پروتین هیچ راهش نیست که ادامه بتنی ورزش ها مثلا همو بعد از یک تمرین که همو انرژی مصرف شده مثلا ما در سطح حرفه‌ای که تمرین میکنیم بین 1200 تا 1500 کالری را ما در یک جلسه تمرین مصرف میکنیم این حال هم زمان و غذا را نمیشه اون مقدار کالری را ما از غذا بگیریم اگر از غذا بگیریم شاید میز پر شوه و دوم عین زمان گرفتن نتونیم و پروتئین چیزی است که مور به فشردیش یعنی در دو قاشق سه قاشق میده این حال پروتئینی است که در بازار است مثلا پروتئین تقلبی است دیگه اون طبعا نقص میکنه مگر پروتئین که دوامدار استفاده میشه آب زیاد استفاده شود مثلا در طول روز 3 لیتر 4 لیتر هیچ مشکل پیش نمیشه بله خب آقای قادری عزیزی بگوین برنامه‌ای که بود یعنی ورزشکاران چندین کشور اونجا اشتراک کرده بودن و شما اونجا حضور داشتین تحت کدام معیارا و شرایطی برنامه برگزار شد که خوشبختانه شما موفق شده مسابقات به اون استانداردهایی که در سطح آسیا و جهان برگزار میشه مسابقات به اون سطح برگزار شده بود چون مسابقات قاره ای بود و 29 مملکت در رقابت‌ها اشتراک کرده بود به شمول افغانستان تقریبا بیشتر هم توضیح قادری صاحب من یک سوال میکنم سه چهار چی داره جز نداره جز داره بله به خدا میروان سوال دیگه نوبت ما میرسه یکی تمرینات تا در کجا پیش میبرین در کابل یا در خارج از کابل و افغانستان و دیگه ای که همی چند کیلو وزن تا حال برداشتین همی آخرین وزن که برداشتین به خاطر پیشتر من تصویر دیدم دنبال اتر میبردارین من که بچه میبردارم دیگه در پولی از او در چند رقابت بین المللی شرکت کردی برای افغانستان ما مکمل تمرین را پیشتر هم یادآور شدم شروع کردیم در افغانستان بیرون نرفتیم صرف سال 2014 یک مربی ایرانی داشتم که وام یکی از قهرمانای پرنام ایران بود به اطلاع باسپور تقریبا دو سال پیش فوت کردن ما تمرین های ما تحت نظر استاد بیت الله پیش می بردم و تمرین های مبتدی را که شروع کرده بودم تحت نظر استاد نور سرمربی تیم ملی پرورش اندام نور شیرزاد بله بسیار خوب و امو سوال دوم شن بله. چند کیلو به اصطلاح بچه بله. بنش میرین از ما تو کتی چیز فرق میکنه ورزشکار های امو پاور لفتینگ هستن وزن بردار اونا دیگه مو کل هدفشان وزن است از مو وزن مطرح نیست سبک هم میشه سبک من تا 120 کیلو را راحت بنچ رفته میکنم خدا خب ما چگونه میتونیم خدا سبک بسازیم فقط شرط عمده و اساسی باید غذا را در کنترل داشته باشیم از لحاظ وزن بیان که بریم سر این موضوع رژیم غذایی دوستان بسیاری کسا علاقه مند هستن که بدون از اینکه ورزش کنن لاغر شوند خصوصا زیادتر خانم‌ها چون زمینه ورزش بهشون زیاد مساعد نمی باشه یا اگر کنن چی کنن در خانه مثلا نگار حرکات یا برن که هم صحت مند باشن و هم چیزایی را استفاده نکنن که بهشون نقص کنن و بچه های کلب میرن چی کنن در قدم اول خب باید همون شرط اساسی غذاست که باید غذا کنترل شود از ضمن نظمی غذای سرخ کردم کاملا پرهیز شود سرخ کردن یعنی که شما برعکس بیشتر تمام غذا سرخ کرده سرخ کرده که نباش کلی لبروش کشال میشه میگه چی پخته کردین دیگه نالا یک اراده آدم داشته باشم مثلا اینه نمیجام اون یه چیز معیان نیست وقتی ما بخوایم من نمیجام مکمل تمرین خود کردم میتونم یعنی مثال به طبقه اون از دخانه چیز معیان نیست که کلاب برن اونو میتونن اونجا حتی در گرد بر اولی گشت بزنن یا حرکاتش کم از در داخل اتاق میتونن اجرا کنن
یا دوش کنن. بله. رسمان بزن. یعنی از هیچ چیزم گپی اوس اینجا بخی بجای است که. همین سوال از استاد کلاب خود پرسیدم که استاد چرا رقم گونم که بخیر زودم خواندم. من خوب شوا گفت اولین کاری که میکنی فیس سر وقتش بده. او خو مهم است. نه غیر از او یعنی گپی اوس اینجا دقیق است که قدر زیاد امکانات بسیار بزرگ کار نداره که آدم بگه والا یک کلاب باشه و ماشین های دوش باشه و این چیزا باشه. یعنی به بسیار راحتی میتونن که از امکانات بسیار کم حتی در دوش میتونن که سرمند باشه. بله میشه که سنجان از تقسیم اوقات کاری و خوراک یا پایتان بگیم تمرینتان که چی وقت چند ساعت تمرین میکنیم؟ تمرین میکنیم و در کل وقت داف سیزن میباشیم روزانه همون یک ساعت تمرین میکنیم غذا همون نرمال میگیریم. ما وقت دامادگی مسابقه می باشیم تمرینات جدی میشه دو تایم میشه و غذا هم باید روزانه 7 تایم بگیریم. خب مقدار کم مگم 7 تایم. یک آدم نرمال چند ساعت تمرین کنه خوب است براش؟ 40 دقیقه 45 دقیقه یک تمرین کنه. در روز؟ بله. 24 ساعت؟ 24 ساعت. نه اینکه مثلا 2 ساعت 3 ساعت و امی خود وزن رفتن به کسایی که نو کلاب میخواین برن چی رقم میره کنترل کنن و یک کس میتونه در چقدر وقت یک اندام خوب داشته باشه؟ یعنی یکان تا کوشش میکنه که یک ماه کل چیز جور شوه، چقدر وقت نیاز است به یک نفر که نو شروع میکنه پرورش اندام؟ وقت همی ورزش شروع میکنن باید تنت نظر یک مربی باشه و از اون مشکل اساسی که فعلا در بین همی بچه ها هستن ورزش شروع میکنن به یک انگیزه بسیار قوی مقدار کالری را که اینا در تمرین مصرف میکنن در مقابل پس گرفتن نمیتونن. مثلا 4 ماه 5 ماه تمرین میکنن نتیجه نمیگیرن، همون میشه که دل سرد میشه. این حال اونا برعکس باید همو فشار خود سر غذا برتن سر برنامه غذایشان که مثلا از تمرین که میکنن باید کالوری را زیادتر بگیرن که سبب افزایش وزن شود. 100% و یعنی که 6 ماه 7 ماه رو در بر میگیره که یک کس. بله 6 ماه 7 ماه بسیار وقت است. بله. یعنی نمیشه که یک ماه توقع کنن مثلا نه چگه ورزش نکنی چی کنی؟ ورزش نکنی مریض میشی، تکه تکه میشی، پای درد میگیره، کمر درد قرار میشی در خانه. مثلا که خانم ها رو یاد کرده نه؟ خانم یا خانم که مثلا هیچ وقت نداشته باشه به ورزش چرا نداره؟ چی کار کنه؟ نان نخوره؟ نه داره. مثلا یک سال دمی جوانی آدم تمرین کنه 10 سال پیری را ضمانت میکنه. بله قادری صاحب بسیاری از دوستا پیری خیلی بیمرز دیگه بله در یک روز چند بار میخواین تمرین کنن؟ عجله می داشته باشن که من باید اما تا بدن مناسب داشته باشم یا زودتر جور شم؟ بله زودتر جور شم. آیا میتونن نتیجه مثبت بتوی یا برعکس میتونن نقص برسن؟ مشکل نداره میشه، مگم گفتم اگر پیشتر که غذاش برسن. مثلا در این تمرین های مبتدی 600 700 نتیجه تا 800 کالری در جلسه اینا مصرف میکنن. در مقابل هم 800 هم اگه بگیرن 900 هم بگیرن مشکل نداره که دو جلسه هم تمرین کنن صبح شب مشکل نداره. اما این که انرژی را رسانده نتونن سبب کم رشدی عضله میشه و عضله از رشد میمونه، همون میشه که دل سرد میشه. برعکس میشه موضوع و دیگه اینه میده بسیار راحته که مثال بتیم که یک موتر اگه خودت 2 ساعت بگردانیش چقدر تیل میخوره، اگر مور مثلا 6 ساعت بگردانی چقدر تیل، خب بدون شک زیاد تیل میخوره. بله همین انسان هم قسم از انرژی ضرورت داره، اما کالری ری که ضرورت داره که نگیریش باید و با بدن نرسه دیگه. تو یه واسه که جور شده بریم مثل روشنوار بیچاره که رفته بود کلاب و کالری سیر نمیگرفت پس تحقیق برعکس شده لاغر شده رفته. نه من مشکل ندارم، میالم میرم کلاب I'm so proud of themselves. خیلی روشن سه بسیار اندام مناسب دارن. حالا کسایی که ورزش شروع میکنن با موتی یک انگیزه که موتی یک بدن داشته. یعنی من به این خاطر میرم که تو بابا. دیگه فیتنس اینا مرا کم یک فیتنس. فیتنس تا پرورش اندام میسازه زمین بسیار فرق داره. حالا هم برای طبقه اون هم زمینه زیاد مساعد است. کلاب های جور شده که خود مربی هستن جناب تاکسی بده قسمت زیاد کمک کنه. من دفعه خانم مروان کردم خواست کلاب طبقه اوناز باز آمدن کلی گفتم چی میکنین در اونجا ورزش تن چی میگه کلی ما گرد میشینیم خانه از اون غیبت خانه از اون غیبت خوب ما زاد جداز بود کسی که ورزش خدا میکنه میکنه مثلا این فرمولا است که کم قیدگیر هستن نه دا کلاب های مردانه نمیشه که خانم های خدا بانن مکمل کلاب پاس در گرد بر کس کوز ها هم بود کلاب مردانه نمیمونه نه مطلب ما چی است که مکمل هم تایم طبقه اوناس است مربی طبقه اوناس است کلشان جور شده برشان. خب قاضی صاحب اگه دیگه مفل رفته باشین تو ده غوری دو نفر برابر شده باشین رفیق تا شما راضی بوده؟ روشن صاحب من برعکس در وقتی که در آف سیزن می باشم زیاد غذا رو کنترل میکنم قسم که پیشتر گفتم وقتی تمرین کم می باشه
نمیخوایم که در کالوری ذخیره در بدن شوند که باز در رژیم در وقت وزن کم کردن مثلا ما دیگه مفلاک میریم کسی که خدمو دیگه غوری برابر میستون قد اندام سعی میکنیم اگر ماشاءالله کلان بود خب من خود لش بگه دیگه غوری اگر آدم اگر لاغر هم نزم از خودم که لاغر خب در مسابقات جهانی هم اشتراک میکنیم یا کدام چشم روشنی هست که برای دوستا بدین که بله خوشبختانه بخیر امی مسابقات جهانی است که با میزبانی کشور منگولیا برگزار میشه تاریخ 2 اکتبر است که تقریبا 22 روز مانده 21 روز مانده بسیار خوب بسیار خوب کاندید هستین؟ بله دیگه مسابقات هم جهانی است دیگه جهانی است بله که تقریبا 100 الی 110 مملکت دیگه رقابت ها اشتراک میکنه دیگه ببینیم بخیر بسیار خوب عروسی کردین؟ یعنی بسیار شما مواجه بسیار جالب بله سوال کجای جالبه؟ جالب دیست یعنی که در خانه برده کس چونگ زده را بیتان دردای دل خود سال 2008 اولی بار که مستر شدم دیگه تقریبا از عروسیم نیز امو روزی که ما مستر افغانستان شدم بچه هکم چلی یک روزه بود خوب خو خیلی گرد یعنی یک سال پیش از مستر شدنتان این مستر شدنتان بله هم جنتری جور کردی تاریخ مشخص دارم باز مستر شدن کدام ورزشکار دنیا را یاسین جان شما زیاد علاقه مندش هستید از زیبای اندام از زیبای اندام همی یک ورزشکار امریکایی است که تقریبا 8 دوره مستری تیر کرده در سطح المپیا به نام رانی کولمن واقعا یک بدن هم الگوی تنمیه است. و قادر صاحب شما شاگرد هم دارین که شما مربی باشین به اونا بتانین که امی ورزش بیشتر یاد بتین؟ بله هستن زیاد هستن بچه ها در اینجا هستن در ولایت هستن حتی در پاکستان 2-3-4 نفر از تحت برنامه ایم هستن یا در بیرون هستن بله ما هم تحت برنامه یاسین جان بریم خوب تر هستن دوای چاقی بلاغری هست وجود داره؟ بله بسیار کسا ما نداره هستک چاقی خود من نظر نمیتون بخاطر امو زیادتر دوستا استفاده میکنن برای چاقی او فقط 21 روز تا 28 روز در بدن تاثیر زیاد نمونه و هم که در بدن او ذخیره میشه اگه استفاده دوامدار از او تا 3 ماه شه و مشکل زیاد به گردا پیش میشه اما تا دوای لاغری فقط تو دیگه کار نمیکنه او در بدن ذخیره میسازن او ذخیرش سبب افزایش وزن میشه وقتی که پس قطع میشه اما استایس تا پس بدن حالت نرمال خود میگیرم ولی که در بدن در دوران باشم بله لاغری هست چربی سوزا هست مر طبقه اوناس هم هست و طبقه ذکور هم ایتی اگه مایی سالا فرزای لاغریش چطور کمو پکجای یک ماه هست اگه منظم برنامه غذایی رو امروش کنترل کنن انشاءالله در اگه خوب نتیجه میگیرم بدون سایر اجازه صبح بازی تا از نزدیک از نزدیک مطلب نتر چند اینچه هست قادر چه؟ دو خط کم 21 21 یک وقت کمرت هم تو خود سبب کنید ما به اینجا و سه ساله که بیدیم اینجا و سه کلو که بیدیم ما به اینجا سابه دیگه هم داشتم سه کمر روشن خب کسایی که پروتین بخواین نگیرن و امی آخرین پرسش شما باشه پروتین نگیرن یا چیزایی که کیمیایی بیا هستن نه من نمیگیرم چی چیزای دیگر در مقابلش بخورن غذایی که بسیار فایده داره به می ورزش پرورش اندام برای مبتدی ها مشکل نداره که پروتئین هم استفاده نکنن از همین غذای نرمال که همین گوشت های سفید است از گوشت مرغ گوشت مرغ سفیدی تخم مرغ دیگه از این چیزا میتونن استفاده کنن اون مقدار پروتئین را که بدن اونا ضرورت داره همین غذا پوره میکنه مگر کسی که در سطح حرفه‌ای تمرین میکنه با اون پروتئین بخیر یک شرط اون ضروری است مثلا لوبیا این چیزا بله. جایگزین پروتئینی ها شده میدونه کنم بگیره یاسین جان بسیار خوش آمدید به قاب گفتگو خواستیم که از دستاورد شما که افتخار افغانستان است یادآوری کنیم و انشاءالله که موفق باشین در مسابقاتی که بخیر در منگولیا گفتین برگزار میشه دو جهانی هم شما اول شوین بخیر و اینجا بسیار افتخار کردیم که یکی از افغانای ما تانست که در بین آسیا در بین اقف کشورهای جهان و 141 ورزشکار اول شوه و یک افتخار بسیار بزرگ است برای ما بازم تبریک باشه موفق شین ما تونستیم که همه قدر تقدیر کنیم همین از کار دنیا است زنده باشین و ما بازم می قهرمانی قاری آسیا را به تمام ملت نجیب افغانستان تبریک میگم زنده باشین و ما مدیون وطنای ما هستیم هم تشویق و هم روی اونا بوده که ما تونستیم تا اینجا برسیم و این لقب به نام افغانستان سر به شک تام زنده باشین بازم به افتخار یاسین جان زنده باشین خوش آمدید دوباره و لیدا جان آمدن
خوب هستین جان؟ تشکر، سلام بر شما. بخیر میگذره شما، مرحبا بشید. سلامت باشین، بخیر میگذره. شده بودین. صبح معرفی شدن. لیدا جان در فراشوت میاد دفتر. سر بام تامش هست. هر صبح که میایم باز میگم فراشوت اومدی. دولی دیگه کس اگه گفته مثلا بگوری فراز نور کازمی گرفتی. آفرین، چی دارین؟ سلام بر تمام بیننده های خوب تلویزیون تو آزادم، هر کجایی که هستن جرس حتما باشن. و از سینمای بالیوود یک فیلم جدید از سیف علی خان است که تازه جور کرده، میریم روی تصویر. یک فیلم هست به نام چیف، یکی فیلم جدیدی هست که هم کمدی است و داستان هم داستانی. و این فیلم برگرفته شده از یک فیلم آمریکایی که در سال 2014 به بازار آمده بود، از او گرفته شده و ساخته شده. و کسایی که در نقش مرکزی فیلم کار کرده خود سیف علی خان است و فاطمه پریا میباشه. و این فیلم هم در پرودکشن تیزرز پرودکشن ساخته شده و داستان این فیلم در مورد زندگی مرد است که توسط آشپزی منبع شادی خود را به دست میاره و یک مرد مهربان هست. و یعنی رفته رفته بله. شف یا چیف هم خود آشپز کلان هم میگن. بله. سر آشپز. و این برنامه هم سر آشپز هم میگه. یا هم دیگه کل بله. سر آشپزی هست. البته این زندگیش در آغاز خوبتر میباشه، بعدا آیسته ایسا نارام میشه. و این فیلم هم در تاریخ 6 اکتبر به بازار میاد. خب 6 اکتبر به بازار میاد دوستا. بله. منتظرش باشین خانم ها زیادتر. یک فیلم دیگه هست از سینمای هالیوود به نام کیلینگ گنتر، روی تصویر میریم. یک فیلم جدید اکشنی و کمدی هست و ایرا ترن کلم ایرا دایرکتری کرده و این اولین فیلمش است که فیلم دایرکتری کرده. و همچنان کسایی که در نقش مرکزی فیلم نقش داره آرنولد شوانگر. و داستان این فیلم هم در مورد توریست هایی هستن که پشت بهترین مرد دنیا میگردن و میخواین که او را به قتل برسن و بسیار توده ها و همچنان بسیار مقصد دارن برای این فرد گیر از بین ببرن، اما به تلاش های خود موفق نمیشن. و این فیلم هم به تاریخ 22 سپتامبر به بازار می آمد، اما نسبت به مشکلات به تعویق افتیده به 20 اکتبر. پس فیلم تو بام و چیز هم دارم و تا یک رقم مهم چه کمیدی هم از ما رو خنده گرم. بله هم کمیدی هست هم اکشن. خود چی هم سنج بسار بالا رفته آرنولد، اما باز ما نه کش خدا داره. بله و حالا هم از تکنولوژی که یک کمپانی سونی اکسپریا یک کمری جدید را با تلفنش البته است که معرفی کرده که این تلفن عکس را به طور 3D میگیره. و این کمره یک جا با تلفن یک جا می باشه و در آیفون هایی که قرار است به بازار بیاید جدید هست و او هم مد نظر گرفته که این کمره را باید به او هم داشته باشه. یعنی 360 درجه میتونی یک عکس ببینی. بله و این عکس ها را به گونه مجسمه میتونیم که از چهار طرفش ببینیم. خب به گونه مجسمه میشه عکس. بله یعنی سیستم نام حال که عکس میگیریم فقط سلفی اگر بگیریم تمام تنها روی مارتیده میتونیم، اما وقتی که امروز این کمره عکس بگیریم چهار طرف ما رو میتونیم ببینیم. اون نقش مون اون زاویه اگر که در دیوار است روز شب که ما سلفی بگیریم این پشت کلم اون بیاد عکس حالا محمد راست اون خام جالب است. سایس منتظرش می باشیم. قبول داریم. تشکر. سلامت زنده باشید. عزمی بخوایی بنجی یا بابا یادش بخیر. صبح بخیر شروع بشه. تازه خواست کال امروز چله شد. خواه تشکر زنده باشید. بریم یک وقفه. نه خوشم نه دوباره خوش آمدید دوستان عزیز. و هفته هفته ورزشی است، طوری که در شروع براتون گفتم دیگه قیصاری هم با خبرهای بسیار بسیار خوب ورزشی آمد. موضوعی است که یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی طبعا. که ما هم شاملش بودیم لیگ برتر بود که آغاز شد و ای که چی چیزهای دیگه اتفاق میفته قیصاری با ما است. حافظ جان سلام به خودت، همکاران عزیز و نازنین، بیننده های عزیز قاب گفتگو، خیلی خوشحال هستم در خدمت شما هستم. و حافظ گفت لیگ برتر افغانستان آغاز شد، تصاویر متفاوت و جذابی را از مراسم افتتاحی این رقابت ها داریم ببینیم. فصل ششم لیگ برتر افغانستان با حضور پرشور تماشاگران آغاز شد. حال و هوای فوتبالی کشور در سنباله سال 96 با آغاز رقابت های لیگ برتر افغانستان
تصاویر میبینید خیلی زحمت کشیده شد برای اینکه یک افتتاحی با شکوه داشته باشیم که به همین صورت هم شد شکر خدا و تماشاگران هم لذت بردن هم از افتتاحی و هم از تماشای مسابقه. صد درصد یکی از بزرگترین متفاوتترین موضوعاتی که در این لیگ بود در افتتاحیشی بود که ما تانستیم که موضوع وحدت ملی همیشه نقص و در میدان مکمل نماد از وحدت ملی شده بود. اقوام مختلف آمده بودن خصوصا که تیم‌ها که داخل می شدن و بیرق بزرگ افغانستان و نیروهای دلیر امنیتی افغانستان هم تقدیر شدن. کوشش کردیم یک مراسم افتتاحی با شکوه داشته باشیم. فقط این که تیم قهرمان رقابت‌های لیگ برتر افغانستان مثل سال گذشته به جام کنفدراسیون آسیا خواهد رفت. یکی از جوایزش هست و به جام شیخ کمال در کشور بنگلادش هم خواهد رفت. بسیار خوب. یعنی تیمی که قهرمان شد این به حال امتیازات را کسب خواهد کرد. و هفته دوم رقابت هاست دیگه نزدیک میشیم اساسا به دور نیمه نهایی. دیگه تیمایی را که شما علاقه دارین پیش برن بیاین در استادیوم بشینین در سر چوکیا و تشویق کنین و اینمی یگانه رایش است. غیر از اگه از پشت تلویزیون هر چی بگوین نمیشه. رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور محترم کشور با ورزشکارانی که قرار هست رای مسابقات داخل سالن آسیا شوند دیدار کرد. خوب. خیلی خبر خوبی هست و تمام کشورهای آسیایی به علاوه کشورهایی که در منطقه اقیانوسی هست در ترکمنستان در این رقابت ها شرکت میکنه. کسانی که در این مسابقات مدال طلا کسب کنند 6,70,000 افغانی جایزه میگیرند از ریاست جمهوری. کسانی که نقره بگیرند 3,35,000 و کسانی که مدال برنز بگیرند 2,01,000 افغانی جایزه نقدی میگیرند از رئیس جمهور. کلش افغانی است. آرزوی موفقیت برای ورزشکاران. از یک شنبه مسابقات شروع میشه. بشک. ما در 16 رشته ورزشی شرکت میکنیم. 6,76,000 رو 800 بتن که دفعه 10,000 دلار شد. آفرین. یعنی گوشزد کرد که آید سرانه سالانه یا ماهانه روشنجان مقدر است. ماهانه. ماهانه. خب تشکر. خواهش میکنم. این تشویقا بسیار فوق‌العاده مفید است و دیگه کدام خبر است؟ خبر مانده. سیار بهادرزاده هم آمد به افغانستان. سه شنبه وارد کابل شد. قهرمان فری فایت کشور، پهلوان سیار بهادرزاده که هم به حال کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی تقدیر کردن و هم آقای عبدالله رفت برای دیدار با سیار بهادرزاده. و سیار واقعا قابل تقدیر است که در برنامه مختلف شاهد دید. من نمی‌فهمم تا چی وقت است سیار جان. و باز محمد مبارز یکی از ورزشکارای بسیار خوب ما تمام ترتیبات چی گرفته بود آمدنش، یعنی استقبالش و این موضوعاتش که واقعا همی اتفاق اتحاد بین ورزشکارا نشان دهنده ازی است که ورزش از هر طرف حمایت میشه و یک رقابت منفی وجود نداره که یک گپ بسیار کلام است. خیلی خوب شد که تربیت بدنی و المپیک یک جای شدن و انشالله که روزهای خوبتری رو ورزش افغانستان داشته باشه. حفیظ جان چند وقت پیش در رابطه با نادیه ندیم بازیکن افغانی که در تیم ملی دنمارک بازی میکنه صحبت کردیم. بله. پیام اختصاصی نادیه ندیم برای برنامه قاب گفتگو را در این قسمت ببینیم. خواه بشک. خود نادیه ندیم از عمل پرداش از داخل لیگ آمریکا یکی از معتبرترین لیگ‌های فوتبال زنان جهان بازی می‌کنه. نادیه ندیم این یک گل دیگه هم نادیه جان زد. بشکر خیلی بازیکن خوبی هست. سلام به آقای عزیز مستر نادیه ندیم. افتخار می‌کنم که از افغانستان هستم و زیاد خوش هستم که ما تونستیم یک روی مثبت افغانستان به دنیا نشان بدم و آرزو دارم که یک روز در آینده افغانستان بیایم و فوتبال افغانستان را کمک کنم. سر درخشش میسی گفتی میاییم نه؟ چی وقت گفتم میاییم؟ بیشتر گفتم. امور هفته و هفته از ما کم برد یا وقت کال و وقت کم است. بسیار تشکر. خواهش میکنم. نگوی کی نگفت. افغانستان همیشه گفتی. افغانستان پر جوش و خروش ورزش و کامیابی و موفقیت دستاورد باشه. دیگه لیگ برتر هم فراموش نکنید در کنار ازی هر هفته. ببینین کدام تیما پیش میره. تشکر پسری. خواهش میکنم. خنده باشین. ما را همراه باشین دیگه حال یک وقفه از دیگه میترسه. تا خوش میایه. بیام طرف از دوستان و هیله دارم چون جور رو غوصه او قاب گفته بخ برامونه دم. کسایی که از او طرف آبها و او طرف مرزها و کوها هزارها کوه میگه در بین
از طرف ها بر ما پیام مفرستن و میشه لطف میکنن هموطنهای عزیز ما. بیاین بریم که ده ای هفته کیها پیام فرستادن و چی گفتن بر فامیلای عزیز خود در افغانستان. سلام احترامات به تمام دوستان، عزیزان و خانواده محترمم و یک سلام خاص در بیننده های قاب گفتگو و علیکم سلام و همچنان به کارمندای عزیز برنامه قاب گفتگو. سلام علیکم، مجیب رحمان هستم از شهر جرمنی. سلام های سرد خونه به تمام کارمندان سرد خونه به خدا و برنامه قاب گفتگو و تمام بینندگان عزیز و ملت مجاهد پروان افغانستان تقدیم میکنم. زه یما دورانی به هامبورگ جرمنی ده. زه مونی خانزمون ده در پردول افغانستان ده. سلام. و علیکم. او خاص کرد قاب گفتگو کارمندان ده همون سلام. سلام. علیکم سلام. سلام به ازوان دل، سلام به ازوان قاب گفتگو. سلام به مردم عزیزم. دوستای دیگه هم هستی؟ امیدوارم جور باشین، صحتمند باشین و لباس افغانستان. اول قطر رو وضو کردن. با امید یک سال سر تا سر در کشور ما تا بتونه همه مردم ما در سال صفا و آسودگی زندگی کنن. آمین. شکر از این همتانای عزیز ما و واقعا که جای خوشی است که همیشه پیامایتان میاد و به قاب گفتگو تلو دار تیوی میتونین که پیامتان رو بفرستین. ما گرفته پس بر شما میمانیم و یک راه ساده شما ما دست از هستیم که پیدا کنیم که چطور راحت تر شما بتونید ویدیوتان رو ما بفرستین از ایمیل کرده راحت تر ایرم در رویش کار میکنیم هفته آینده به خیلی داشت بر شما اعلان کنیم. خب لبخند اسمایل اسا لبخند خیلی میبینیم که در این هفته دوستا کدام چهره ها لبخند زدن. چیزی که ما زیاد نیاز داریم و چیزی که در شدید ترین لحظات زندگی ما و چیزی که ما سیار زیاد مواجه میشیم بایش چیزی که مثلا روشن و سیار که میبینه کلگه هم تو میشن خنده میکنن. هیچ گپ معلوم نیست نومه خنده گپ میکنم با ما خوش میشیم. آه نیست شد بسیار خوب خنده بوده. خب این دوست بایش خنده نگرفت که امرا من سای قواره نگرفت قربان. امین اگه گفتیم این چهره بسیار زیبا میشه وقت لبخند باشه. خب لیگ برتر فراموش نکنین. هفته هایی که فوتبالی هست شما میتونید که بوندس لیگا لالیگا را به طور قانونی و زنده از طلوع المر ببینین. بله در این هفته ما 4 بازی داریم. آخر هفته دیگه هوا نمیمرده ما رو بشه. با کیفیت بسیار بالا اچ دی سر از آزاد میشه که بعد از برنامه سوال کنید سر مسئله مردن از این نه خدا نکنه که تو بموری از مدا بتر نشه دشمن هایت میبینه یک وقت خودت بموری. خب هفته های فوتبالی از دیگه هفته های ورزشی است. تشکر از اینکه ما همراه بودین. برنامه امروز ما کاملا ورزشی بود دیگه. سربلندی ما در انتقاد ماست. وقت بخیر. یش سن افغانستان تل دیو افغانستان زنده باد افغانستان. خدا نگهدار. برای برنامه قبلی اینجا را کلیک کنید. برای برنامه بعدی اینجا را کلیک کنید. برای پیوستن با چینل یوتیوب تلو اینجا را کلیک کنید. اگر از برنامه ما خوشتان آمد میتونید که نظرتان را در کامنت بنویسید.